سلام، به فرا خبر خوش آمدید در این برنامه. انزجار کاربران شبکه‌های اجتماعی نسبت به اعضای شورای ملی، چرا ابقای مسئولان امنیتی برخی شهروندان را برآشفته ساخته است. بوریس جانسون سیاستمدار با موهای ژولیده. تغییر یک بارگی فضای منفی مجلس نمایندگان به نفع مسئولان امنیتی خشم و انزجار کاربران شبکه‌های اجتماعی را برانگیخته است. بسیاری از این کاربران نمایندگان مجلس را متهم می‌سازند که در بدل پول رأی‌شان را به سه مقام امنیتی فروختند و برایشان حاشیه‌های امن ایجاد کردند. هرچند برخی از نمایندگان می‌گویند که پاسخ‌های مسئولان امنیتی برایشان قناعت کننده نبود، اما برخی دیگر استدلال دارند که در چنین یک وضعیت بحرانی ایجاب نمی‌کرد تا این مقام‌ها از کارهایشان برکنار شوند. اما در مجموع نمایندگان این اتهام های شهروندان چه پاسخی دارند؟ برای بحث بیشتر در این باره محمد نظیر احمدزی معاون دوم مجلس نمایندگان و عزیز رفیع فعال جامعه مدنی در اینجا با من حضور دارند. خیلی خوش آمدید مهمانان عزیز. آقای رفیع، چرا شهروندان تا به این اندازه از تصمیم دیروز مجلس نمایندگان عصبانی و برآشفته شدند که میآیند با انزجار و تنفر نماینده های مردم در مجلس نمایندگان انتقاد میکنند؟ به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما و خدمت جناب آقای احمدزی و همچنان بیننده‌های محترم شما. عرض شما خدمت شما که توقعات مردم نسبت به بنبست کنونی امنیتی خیلی بالاتر از مسائلی بوده که دیروز اتفاق افتیده. یکی از بحث‌های بسیار جدی بحث 400 بستر است و از او هم فراتر بحث ناامنی روزمره در افغانستان است که متاسفانه ما ولسوالی‌های خود و تمامی مناطقی را که در خط اول جنگی قرار دارند زیر ضربه بسیار شدید دشمن داریم و متاسفانه در این مورد راهکارهای نظامی و سیاسی افغانستان کارا نیافتاده و ما تقریبا در یک وضعیت آسیب پذیری بیشتر نسبت به سالهای گذشته و بخصوص نسبت به 1.5 سال گذشته قرار داریم. با اول از مردم افغانستان توقع داشتن که عکس العمل پارلمان افغانستان بسیار جدی باشه و خیلی هم محسوس باشه نسبت به قضیه و مردم بفهمند که پارلمانشان از اونها حمایت میکنه. ای که در پشت پرده چی ملاحظات بوده خوب است جناب آقای احمدزی یک مقدار توضیح میتن، ولی باور مردم این بوده که برخورد دیروز بیشتر یک برخورد غیر مسئولانه و به اصطلاح نادیده گرفتن خون به خصوص شهدای 400 بستر است که متاسفانه یک مرجع بسیار بزرگ امنیتی افغانستان و یک محل مسئول برای بیمارا و برای زخمی های امنیتی افغانستان است که در تاریخ افغانستان و در تاریخ جنگ های پارتیزانی حتی یک حادثه هیچ سابقه نداشته و افغانستان متاسفانه اولین بار همچین یک قضیه را تجربه میکنه. بله. چگونه برخورد باید صورت میگرفت؟ مردم افغانستان چه انتظار داشتن از نماینده های مجلس؟ مردم افغانستان بسیار انتظار داشتن که تمامی اسناد و بحث هایی را که در چگونگی اخفال اراکین بلندپایی دولتی در قضایای اتفاق یا در اتفاقات امنیتی گذشته صورت گرفته باید یک مقدار روشنی انداخته میشد، یک مقداری مسائل افشا میشد، متهمینش افشا میشد و یک مقدار مردم به اطلاعات دسترسی پیدا میکردن تا یک مقدار اعتماد مردم نسبت به حکومت بالا میرفت. یعنی اگر دولت پاسخ نتونه بگویه به چگونگی زدبندهای امنیتی یا به اصطلاح استخباراتی که در پشت پرده اتفاق افتیده در قضیه 400 بستر، اعتماد مردم نسبت به ارگان های امنیتی افغانستان پایین میاد. دولت افغانستان مکلف است که نوعی از اطلاعات را که برای مردم و برای افکار عامه لازم است توره در جریان بگذاره با مردم و مردم قانع بسازه که عملکرد دولت و خصوص عملکرد نیروهای امنیتی افغانستان و ارگانهای امنیتی افغانستان یک عملکرد درست و چی در جریان یادسه، چی پس از یادسه و چی حتی پیش از یادسه. مردم چه انتظار داشتن از نمایندگان؟ چگونه باید برخورد صورت میگرفت در نشست دیروز با سه مقام امنیتی؟ ما زیاد نمیتونم حدس بزنم که توقعات مردم چیه، ولی مردم بدون شک نارضایتی تام داشتن نسبت به بحث امنیتی. یعنی مردم آرزویشان به شیوه که اتفاق افتید نبوده. حتی یعنی حتی اگر یک نفر از اینا هم نسبت به قضایا یک مقدار به اصطلاح شناخته می شدن که یعنی مسئولیت داشته، خوب بود که این قضیه یک مقدار برای مردم به اصطلاح حالی می شد. ولی متاسفانه هر سهشان وقتی رای می برن این به این معناست که چیز وجود داره که مردم رو نمی فهم. خیلی ممنون آقای احمدزی. نماینده های مجلس در نشست 13 دیروز آمدن برخلاف توقعات و انتظارات مردم تصمیم گرفتند تا مسئولان امنیتی همچنان در مقام هایشان بمانند و همچنان به گفته آقای رفیع نماینده های مجلس خون قربانیان رویدادهای هراس افغانان بخصوص رویداد 400 بستر را نادیده گرفتند. چرا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو اوریدونکو د میز قدرمن دوست سلامونه اونې کې هلی اول بزدا وایم چې په هیڅ صورت او هیڅ افغان
د 420 موضوع به داسې سریونه نسی او لږه نه به هیڅوک هم چې پوره تحقیقات نه شوي او د تحقیقاتو موږ غوښتونکي وو دا د هر فرد افغان دنده ده او بالخصوص د موږ د نمایندګانو او لازم چې دي کې ملت ته او چاته سوال پیدا نسی هغه موضوع په ځای پرته ده تحقیقات شروع دي او ان شاء الله تعالی ډیر کافي انکشافات سوي دي چې هغه موږ جلسه سری کړې وه او موږ نه غواړو چې هغه څه معلومات دښمن ته په لاس ورسي ځکه موږ تاسو په دې باندې باید اعتراف وکړو چې د موږ جنگ یوازې یو ډلګۍ سره نه ده تقریبا د ملکونو په سطح باندې جنگ موږ مخې ته وړو او په دې کې دغه رقم ته معاملو کې طبعاً خارجي لاسونه موجود دي او د هغو هغه څه چې د چا په لاس باندې کړي دي دغه افرادو د ګرفتارۍ په خاطر باندې یو څه وخته ضرورت و او دا زه اطمینان ټول ملت ته ورکوم چې هغه موضوع موږ داسې نه ده پرېښي د هغې به طبعاً تحقیقات کېږي مجرمین به یې معلومیږي داخلي او خارجي ټول د قانون منګولو ته به سپارل کېږي هغه ځای په دې ځای کې زه پرېږدم ځکه زه نه غواړم چې خدای نه کړه دا هغه معلومات چې موږ تاسو هغه نه دښمن ته استفاده وسي هغه په دې ځای باندې دا ملت ته موږ ډاډ ورکوو چې هغه خبره په ځای اما آقای احمدزی دا حالت مسؤولان امنیتي مسؤلیت داشتن تا از چنین یک حمله جلوگیری میکردن نمی گذاشتن این قدر خون شهروندان بیگناه افغانستان در شفاخانه 400 بستر ریخته میشن و در کنار از این طرف در اینجا بحث رویداد 400 بستر نیست گسترش ناامنی ها سقوط ولسوالی ها افزایش تلفات نیروهای امنیتی همه اینها باید به گونه مستند از مسئولان امنیتی در نشست دیروز پرسیده میشد حالا به گفته آقای رفی پاسخ های مسئولان امنیتی قناعت کننده نبوده برای مردم افغانستان چرا شما برخلاف توقعات مردم توقعات کاربران شبکه‌های اجتماعی آمدین اینها را دوباره در پست هایشان ابقا کردین که تاسو دو منته مت اجازه را که چیز دغه تفصیل سره ټول هم تاسو ته هم ملت ته موږ ملت ته جواب گویو باید موږ دا جواب ولرو چې ولی موږ د وزیران ته بهتر اعتماد ورکړه اولین دا داسې استیزا معنا دانه د سل پیسه ده یا وزیر استیزاس یو څوک هغه د انصاف کور ده موږ بل ته ګورو حالات ته سیاه مجرم دی دا که نه ده دا د قانون اساسي کې د وکیلانو یا د پارلمان حق ده چې استیزا استجواب استماع موږ وزیران استیزا کړه دلته دوه بورد لري دا موضوع اولین داخلي بورد څخه یې مت چې وطنوال دې موږ پرې پوه سي کله چې وزیران موږ استیزا کړه د استیزا مطلب دا چې یو فشار په دولت باندې راسي او دوی خپل دندو ته متوجه سي اولین دا اوس تاسو ګورئ مهینې امنیتي د دغه استیزا له وجې نه له وظیفې نه لرې سو دویم موږ سره تعهد سوی ده چې په امنیتي سکتور کې موږ ته صرف یو وزیر جواب گو چې هغه ته موږ رایه ورکوو له هغه نه رایه اخیستلی سو قومندان د امنی مثلا قومندان د لیوا قومندان د پرقي یا لوی درستیز یا معین دې سره موږ کار نه وو هغه موږ ته جواب گو نه و موږ ته به وزیر جواب گو موږ دې توافق ته جلالتما په جمهور رئیس صاحب سره ورسېدو دغه د 420 موضوع همدغه رقم د افغانستان کې نورې ډېرې ناخوالې په دې وختونو شپږ میاشتو کې موږ تاسو لیدلي څه سوي وي د دې مسلې د حل لپاره موږ یو تفاهم ته رسېدلي یو چې اوس زه غواړم چې وطنوالو ته په وضاحت سره ووایم اولین دا چې د موږ امنیتي سکتور بیخي سیاسي سوی و او تاسو ګورئ په نړۍ کې امنیتي سکتور مستقل وي موږ په دې تفاهم رسېدلي یو چې موږ به امنیتي سکتور له دغه سیاست نه وباسو څنګه چې دا د رهبر کس ده چې هغه که اهلیت نه وي او دی د راسې د پوست باندې مقرر سي یا دا د وکیل ورور ده را دې سي په دې پوست مقرر سي همدغو خبرو امنیتي سکتور د موږ قربانۍ له سوال لاندې راوستلي اول دا تفاهم ته موږ رسېدلي چې نور به امنیتي سکتور له سیاست نه وځي دویم شل نفره به په هر وزارت کې دفاع داخله امنیت دې کې به دا لرې کېږي او په یو اس به هغه اهل کار کسان راځي چې هغوی هم ملت ته جوابګوی ویسیږي او هم حکومت ته حالا بیشتر انتقادها متوجه رهبران نهادهای امنیتی سران نهادهای امنیتی وزیر داخله وزیر دفاع و رئیس عمومی امنیت ملی با گفته آقای رفی مردم انتظار نداشتن تا اینها دوباره در مقام هایشون باقی بمانند که رخ وخ رخ کنه ما دو برد تو خود دویم برد خارجی برد من هست یو افغان نزد در حیات اداری تا تازه دا وایم چې د اساس وخت کې موږ قرار ولرو چې موږ درې ملکونو سره جنگ په مخه ولو دا خو اوس پټه خبر نه ده په خوا یوازې پاکستان اوس روسیا ایران هم پکې شامل دي چې دغه اصلي هي د موږ تاسو امنیتي سکتور تایید کړلې ایران سره د اوبو په سر د موتا مسله ده لومبۍ به ترورستان تربیه کول سوریه ته به لیږل اوس یې بیرته افغانستان ته رالیږي چې افغانستان نام نه کوي او دغه د اوبو مسله دی په زور باندې یا د افغانستان په ګډوډۍ کې خپله استفاده ورځنې وکړي روسانو حاضل قیاس پخوا په پټه باندې او اوس په ښکاره باندې اصلحې مارکیټ ته راورسېدلې پاکستان د ازغین تار په نام باندې چې دلته ګډوډي جوړه کړي هغه هلته شروع کړی وو پر دې بنیاد باندې موږ بین المللي یو اهمه غونډه درلودله
بله، اما آقای احمدزی شما میخواین بگین که در چنین یک وضعیت بحرانی امنیتی جاب نمیکرد تا این مقام ها از کارهایشان برکنار شون، درست است؟ رازم دی خبره تازه لک دیتیل کول وارم بس به یو خبره من نه کی آقای رفیع بگذاریم هغه په دې معنی معنی او په دغه میاشت کې مونږه د افغانستان د ملي ګټو په خاطر معنی درې اهم جلسات دلته په کابل کې لرو چې په یغي کې یو سل نوی بالا تایرو کومک په افغانستان سره کیږي همدارنګه د امنیتی سکتور په مورد کې څلور کلن قرارداد بل نوې کیږي چې جمن دا پیسې راوخلې تقریبا 25 میلیارډ ډالر سو صحیح په دې خاطر باندې کوم چیرې د امنیتی سکتور لري کړی وای دغه چانس د موږ لاسه وتلی نو موږ ته شخصي ګټو نه ملي ګټې مهمې دي په دې خاطر باندې چې هر افغان د ما په ځای باندې اوسیږي هغه به دغه رقم ته پیسې لکه مردم به خصوص کاربران شبکه های اجتماعی اصلا به این حرفای شما باور ندارن میگن که به توزیع پول به پرداخت پول به نمایندگان ممکن نبود تا این مسئولان امنیتی دوباره ابقا شوند اینجا اصلا بحث منافع ملی از جانب نمایندگان مجلس در نظر گرفته نشده در دخمن سیده دا یو گوری دا دخمن سیده دا یواز دی امنیتی سکتور لپاره نه دی مونږ نظامیان ووجنی دی غوی مونږ سیاسیون دی غوی مونږ د قدرونه څنګه دی ملت او دی دولت یا دی ملت او دی ملت دی کور لمنځه بیت پکې پاسخ تون به کاربران شبکه‌های اجتماعی چی است مردم میگه فضای منفی پیش از استیزا با وسیله دلار با پول در جهت مسئولان امنیتی تغییر کرد فضای منفی به یک بارگی به فضای مثبت به نفع مسئولان امنیتی تغییر کرد این پرسش برانگیز است به گفته کاربران شبکه های اجتماعی دلار در اینجا کارایی داشته سما دغه فیسبوکیان یا سی څوک دا خبرې کوي اول خو دغه زوایمه چې په افغانستان کې یو شی پټ نه پاتې کیږي یو د مهربانی وو کې دا دومره سی دوی وایي وکیلانو پیسې یو خود یو ثبوت وخی دا د دښمن د سیسی دی چې څنګه د ملت کور او د ملت ترمنځ یو فاصله ایجاد کړي زه په یقین سره ورته ویلی سم چې موږ د ملت استازی یو ملي ګټې موږ ته له شخصي ګټو نه ډېرې بالاتره دي نه دلته د پیسو خبره زه تاییدوم او په دې کې نه چا پیسې ورکړي دي داسې دښمن اوس تاسو بل مثال زه درکړم تاسو وګورئ درې ملکونو کې د فیسبوک په فیسبوک د قومونو ترمنځ دا تاجک پښتون دا پیس بکی پانی استخباراتو جوړی کړی څنګه د قومونو ترمنځ په جنگ باندې واچي هم دغه رقم ته اوس د دې لپاره استعمالی سي د ملت کور او دغه ترمنځ څنګه بيتي پاتې کیږي برخه گشت با شما آقای احمدزی چه گفتنی هایی دارین به این گفته های آقای احمدزی به گفته ایشان تصمیم دیروز مجلس نمایندگان در حول محور منافع ملی افغانستان صورت ببینین متاسفانه ما همیشه قربانی وضعیت و بحران های موجود میشیم که به خاطر یک بحران دیگه ایجاد میکنیم ما از یک بحرانی که مثلا انتخابات افغانستان به یک فاجعه و یک جنگ نروه رفتیم به یک بحرانی که حکومت وحدت ملی نام داره که متاسفانه ما فعلا برش میپردازیم ادعای جناب آقای احمدزی من قدر میکنم و من نظرشون هیچ نوع مخالفت ندارم ولی آیا این بحران ها همین وضعیتی که ما ایجاد میکنیم میتونه راه حل برای نجات افغانستان باشه یک وزیر به خاطر که ما یک قرارداد از دست ندیم باید ابقا بکنیم در حالی که وزیر کفایت کار نداره به نظر من این یک اشتباه بالای اشتباه دیگه است همیشه ملت ما را در ناخن اوگار گیر میکنن همیشه ما را در یک وضعیت بسیار ناگوار سیاسی اجتماعی و امنیتی گیر میکنن و متاسفانه چیزهای تحمیل میشه که پیامدهایش خیلی خطرناکتر است من فکر میکنم که با وضعیتی که پیش آمده با رأی که سه وزیر امنیتی و سه سکتور امنیتی افغانستان گرفته نوعی از مسئولیت قضایی وزرا در آینده مطرح خواهد شد که دیگه اونا در برابر ملت افغانستان در برابر پارلمان افغانستان نسبت به هیچ قضیه حتی قضیه خطرناکتر از 400 بستر هم دیگه پاسخگو نخواهد بودن حتی اگر تمام مردم هم قتل عام شوه به خاطر از اینکه ما مثلا یک قرارداد از دست ندیم به خاطر از اینکه ما یک کار دیگر از دست ندیم باید خود آرام بگیریم و بگیم که خوب است خیر باشه خدا مهربان است سر ما خدا فضل خواهد کرد خداوند برای ما آگاهی یک ملت نداده متاسفانه ما به مصابه یک ملت مسئول نسبت به قضایای خود کمتر فکر میکنیم ما منافع ملی خود همیشه قربانی برنامه های کوتاه مدت خود میکنیم ببینین اگر ما قانون اساسی افغانستان را نقض نمیکردیم به این مصیبت سر دوچار نمیشدیم اگر ما انتخابات پارلمانی را به وقت اجرا میکردیم احتمالاً ما نماینده های پارلمان خیلی تازه تر و تازه نفس تر و خیلی متعهدتر می داشتیم نسبت به موجودیت فعلیشان ناخون اوگار پارلمان برای حکومت یک وسیله است و ناخون اوگار حکومت برای پارلمان یک وسیله شده که متاسفانه دینمی بازی ملت افغانستان بازیچه شده و خیلی هم متاسفانه قربانی میده ممنون و فراخبر پس از وقفه کوتاه ببینید آقای احمدزی زمان نماینده های مجلس می آیند به خاطر یک نشست یا یک قرارداد خیلی کوچک
تضمین میکنن ادامه ای کار وزیران بیکفایت، ناتوان و ضعیف. در واقع این کار مجلس نمایندگان پیامدهایش خیلی خطرناک است و بحران پشت بحران خلق خواهد کرد، چون در اینجا شما تضمین میکنین، حاشیه های امن ایجاد میکنین برای وزیران بیکفایت، وزیران ناتوان، وزیرانی که از اثر اشتباه سوء مدیریتشان هر روز مردم افغانستان قربانی میشن. در واقع این فاجعه بار است این کار شما. ګوري اول خوځدا وای مملکت څنګه چې ورور پر مایل کاش کې یو خواهش ته یو حقیقت ته مونږ باید حقیقت چې په لاس کې لرو لږه نه مونږ تاسو خپل نظریات وړاندې کو. خواهش کې خدا د مونږ چې کاش کې افغانستان ګلی ګلزار وي، په غونډه افغانستان کې ټک نه وي، افغانستان داسې یو ملک وي چې ټول نړۍ وزلته موجوده د خسیل لپاره خلک راتلل. خو بدبختانه به وایم چې مونږ او تاسو بیا هم تکرارن زه وایم چې یو ډلګۍ سره په جنګ کې نه یو، د ملکونو په سطح جنګ مخې ته وړو. دا یو رازم با امین وزیران ضعیف و ناتوان آرامیشه که این جنگ خارجی را در افغانستان مدیریت کرد. فکر نمیکنین که اگر اینها عوض میشدن و به جایشان افراد توانا و شایسته و حرفه‌ای به کار گذاشته میشن، بیشتر به منفعت مردم افغانستان انجام خبرو ته لکه څنګه چې ما مخ کې ویلی یوازې د خارجي قرارداد په خاطر مونږ دا کار نه کړی، لکه ما سي تفصیل سره درته ویلی کېدای سي تاسو په اګاسوی نه منګه شلشل نه پره په هر وزارت کې دا به اولین د 15 کلو کې اولین وار وی سیدا اختیارات یا ولسی جرګه حکومت دې ته مجبوروي چې هغه یو تسپی لسر او تر اخره پوري وکړي. استیزال موږ نه چام نه دا وړي، لکه څنګه چې ورور ویلې د افغانستان ملي ګټې د ارسن موږ ته مهم ترې دي. تاسو ګورئ یو دوه ډلګۍ د وعدت ملي حکومت ته د اشاره وکړه، په هغه کې زه غواړم دوه ډلې که 15 کاله مخکې دغه رقم ته په انتخاباتو کې سره یوځای شوي او د افغانستان هغه حالات 45 کلن جنگ تا به د وینو لښتې لیدلی وو. خو بیرته همدغه د افغانانو ابتکار وو، همدغه د ملت استازي وو چې بیرته د وعدت ملي په نامه باندې یو چتر موږ جوړ کړو، دغه د اوس موږ تاسې ژوند تر کوو. هغه بدبختي به ښه وه که اوس دغه چتر که خراب هم ده، جوړونه یې د ما وې تا دنده ده. دا یوازې د یو فرد خبره نه ده، باید ټول ملت دا سره جوړ کړو. با این تصمیم گیری ها نمیشه وضعیت بهبود بخشید. حالا با گفته آقای رفی، آقای احمدزی میپذیرن که وزیران سکتورهای امنیتی ضعیف هستند؟ کره په دې کې شک نشته. ده پس چرا شما اینها را دوباره امکا کردن؟ مشکل ده نه زه نه وایم، مشکل په هر نهاد کې ستاسي مشکل نه وایم، موږ استیزار نه کوله چه مشکل وجود داره در وزارت دفاع، وزارت داخله و ریاست عمومی امنیت ملی؟ چه نوع مشکل زمان ما میگیم ضعف رهبری در واقع حاکم از در نهادهای امنیتی به چی معناست؟ ضعف رهبری منظورتان چیست؟ موږ تاسو ټول افغانان لدین آگاهیو صحیح سو چې څه مشکل موږ لرو. اولین مشکل دا موږ تاسو لرو هغه جنگ چې ما او تاسو ملکونو په سطح وړو، هغه امکانات د ما او تاسو د امنیتي سکتور په سره نشته. په دې باندې باید ما او تاسو اعتراف وکړو. او روزانه چې قرباني ورکوي دغه یو افغان مونږ ویل چې تشویق کوي معمولی کې یو لسوالی کې د موږ مشکل پیدا سي او غدي ملکونو په ساته جنگ ټول مطبوعات او ټول موږ راخستی وي، یا دغه وزیران وخه پیلن تاسو دې ما په ځای سي تاسو نه زد مستاست وایم تا ته وایم ته به څنګه پیسې لوکې چې وی خوانه د دښمن درې ممالک سره جنگي تابستان دی دلته جنگي او دا خلا منځ کې راوړي وسورته درې وزیران هم لري کې لدین مخ کې وو سرپرست وزیران مونږ لرو لا تر اوسه پورې پارلمان ته نه ماري پی سی په یغه معنی حکومت یوه د تیمیري لکه مخ کې د ویلې مشکلات ډیر زیات دي مونږ په منځ کې دا نسته چې مشکل نسته. دا خو باوجود لږه نه دي مونږ دند شي دا مونږ باید مشکل لري کو څه رقم ته کولای شو چې افغانستان د خوشبختی خواته سو کو. په دې خاطر باندې د ملت په استازو باندې بې ځایه اتهامات لګونه یا دا چې پیسې اخیستنه دا هر څه یو ثبوت غواړي، او زه په دې باندې متیقین یم چې هیڅوک به دا ثبوت ونه لري، ځکه چې هغه خبرې د پارلمان په منځ کې نشته. دا د دښمن دسیسې دي چې څنګه ملت او د حکومت ترمنځ یا د پارلمان او د ملت ترمنځ فیصلې ایجاد کړي. او دښمن ته زه دا وارنینګ ورکوم لکه څنګه چې دوی یوه ډله وشل ډلې سوي چې سل ډلې جوړې سي په افغانانو نشي کامیابېدلی. افغانان انشاءالله تعالی شما میخواین بگوین که زمان کاربران شبکه های اجتماعی در فیسبوک هایشان نماینده های مجلس متهم به معامله پولی با مسئولان نهادهای امنیتی میسازند، این در واقع دسیسه دشمن است و سازمانی از جانب کشورهای بیرونی است؟ بالکل دعوای ما دلت دموکراسی دا آزادی دا هیچ حکم له قانون بالاتر که در واقع این دسیسه دشمن است. زو دسی وای ما چې کڅوک وای چې پیسې واخلې خو یو ثبوت غواړي. زه اوس تا وایم چې تا زلته راغوښتم تا له ما نه پیسې اخیستی دي، صحیح شو؟ خب مثال در تو وایم شما با شما هم باید به اثبات برسانید که در واقع این نوشته های فیسبوکی بس زده شما در واقع دسیسه خارجی است. به اثبات من دغه د زور تو وایم چې له اوسه نه دلته دیموکراسي د زور واکې نشته. د څوک چا نه پښتنه ونه کی زه د ایت اداري په صفه د دوی په خدمت کې یو فیسبوکیان دی یو نفر دی راته وخی چې یو روپی په کوم ځای کې چا واخیستل څه رقم ته سوده خو پټه نه پاتې کیږي. داسې د ملت کور بدنامولو په خاطر باندې د افغانانو ترمنځ بې اعتمادي جوړولو په خاطر هغه د وطن دښمن ګڼم او که
څوک چا سره وی ثبوت د خسي درس تلویزیون ته مخه ته دکی باید ثابت بسازین که در واقع نوشته ها آبش خور از در کشورهای بیرونی است یا دسیسه کشورهای بیرونی است. شما باید ثابت بسازین زمانی که شما اسناد میخواین از شهروندان یا کاربران شبکه‌های اجتماعی شما هم باید اسناد و مدارک ارائه کنین. اسناد مونږ وړاندې کړی دي تاسو ورسې امنیت میری څوره تاسو خو دل سي دغه رقم ته جاسوسي کړی دلته کار کوي سي د قومونو ترمنځ بي اتفاق ایجاد کوي سي د پښتون د تاجک د هزاره ده همدارنګ د ملت ترمنځ هغه کوي اپټه خبر نه ده او کو ثبوت غواړي امنیت میری سره ثبوت ست تاسو کول سي دغه وایان را غواړي تاسو خدمت کې ثبوت وړاندې کړم. آقای رفیع واقعا این سر و صداهای برخی شهروندان کشور در شبکه اجتماعی کار کشورهای بیرونی است و دسیسه‌ای از جانب دشمنان مردم افغانستان به نظرم یک مقدار غیر منصفانه است. ما بگوییم که تمامی صداهای مردم افغانستان وابسته به صداهای دشمن است یا به دستگاه‌های دشمن است. بدون شک که دشمن تانسته بسیار نفوذ کنه، بدون شک دشمن تانسته رخنه کنه در تمام صفوف افغانستان، حتی در پارلمان افغانستان در تمام صفوف اونها حضور دارن و خیلی هم توانمند هستن. حتی از دولت افغانستان وقتی در درون یک مسئول ترین نکات افغانستان اونها میرن انفجار میتن و خود انتحار میکنن، این به این معنی است که در هر جای وجود دارن و نفوذ دارن. اما به نظر من خواست مردم یک خواست بسیار قانونی است. مردم فکر میکنم، ما باور دارم که آقای احمدزی امرای ما هم عقیده است که این سه نفری که بر دیروز بر استیزا آمده بودن هر سه نفرش یکسان ملامت نیست. یکیش کار خوبتر کرده، یکیش کار خرابتر کرده، یکیش بسیار سهلنگاری کرده. یعنی ما باور دارم که در ارزیابی که دیروز اعضای پارلمان داشتن این را میفهمیدن. جفایی که اعضای پارلمان کردن این است که هر سه نفره، یعنی کسی که کار خوب کرده بود و کار خراب کرده بود، او را در یک مقایسه آوردن و در یک نظر دادن. به نظر من بسیار خوب بود که پارلمان افغانستان کسانی را که خدمت کرده بودند بر افغانستان اونا را واقعا قدردانی میکردن، ولی او کسی را که غفلت کرده بود و در این قضایا بیشتر ملامت بود او را از صف خارج میکردن. تا یک درس قوی میشد برای آینده. حالا به گفته آقای احمدزی رئیس جمهور غنی وعده آوردن اصلاحات در سکتورهای امنیتی افغانستان دادند. حالا این مقام های امنیتی میمانند تا یک سال دو سال دیگر در پست هایشان. ممکن است در موجودیت این افراد اصلاحات به میان بیاید در سیستم است که اصلاحات در افغانستان 15 ساله سابقه داره. متاسفانه ما در طول 15 سال پروگرس یک سال اصلاحات هم به مقایسه کشورهای دیگه نداریم. ما تلاش لفاظی در مسائل بسیار زیاد از نقطه نظر سیاسی داریم، ولی از نقطه نظر عملی محدودیت هایی در کشور وجود داره که شما نمیتونین پا فراتر بگذارین. وقتی پارلمان افغانستان اعتراف میکنه که من بنا بر معاذیر بنا بر محدودیت هایی نتونستم تصمیم صحیح بگیرم، بدون شک رئیس جمهور هم بنابر مغازیر و مصلحت های نمیتونه تصمیم صحیح و درست بگیره. ممنون، خیلی سپاسگزارم از حضورتان در برنامه. محمد نظیر احمدزی، معاون دوم مجلس نمایندگان، و عزیز رفیع، فعال جامعه مدنی. و سپاس از شما بیننده ها. خبر کوتاه را در اخیر ببینید. وزیر خارجه بریتانیا به خاطر نامرتب بودن موهایش همواره مورد توجه رسانه ها بوده است. بوریس جانسون پس از انتصاب به این مقام پیش از گذشته به خاطر شکل موهایش مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است، و از زمانی که با عنوان شهردار لندن مشغول به فعالیت بود به خاطر ژولیدگی و رنگ خاص موهایش در مقابل دوربین تلویزیون ها جلب توجه می کرد. اما اکنون که در دولت تریزا می به مقام وزارت خارجه رسیده است، ظاهرا او بیش از هر زمان دیگر در کانون توجهات قرار دارد. نزدیکان بوریس جانسون مدعی اند که او هرگز از شانه برای مرتب کردن موهایش استفاده نمی کند و تنها از صبح تا شام هر زمانی که لازم باشد آنها را با دست مرتب می کند.